خانم آخه این جسامتی من خانم من نمیتونم همچی که من رفیقم اومده دم در پشت دره و من اقا یعنی بیمعرفتم بعد دره براش باز نمی کنم. خانم محترم خویی اگه میخواست درست بشه تا الان شده بود با این سنش با این قدش. من معذورم، من معذورم. یا اجازه بدی مالک. ای بابا بیا دیگه. میفرمودی 70-30 یعنی من 30 شما 70. متوجه شدم. الان من یه لحظه رفتم و اومدم فکر کردم به این نتیجه رسیدم که حرف مادر سنده. من حرف پس میگیرم چشم رو چشم من دکش میکنم. همش میخوابه. یه جا میفرستمش بره. بله رو چشم. خدا نگهدار. گشت مالک بیا. یه ببخش دیگه کوکا. ببخش دیگه مادرت گفته هیچ ربطی هم به بیزنس نداره. کجایی تو؟ سلام چه؟ سگی بروه. بابا میدونم بوی بد میدم. بیا کنار. تو را هزار نفر گفتم اون سگی میرم تو همون بوشیه. نمیشه نمیشه کوکایی نمیشه. معذرت میخوام. همین رفیقم یه بچه داره احسان اسمش. احسان کوچولو یه تولد گرفت اومدم مهمانی. بچه رفیقه؟ آه تولد بچه چون منه تو خونه تو گرفته. دیگه رفیق داری؟ رفیقای وظیفه نشناسی داری مالک. نه میدونم دیگه رو دعوستی که هم چی بهش بگم دیگه. ختم سرونه به چشم بود و بگیریم رنگ داریم میزنیم خونمون بیم خونه شما. یه دقیقه پیش گفتی تولد الان میگی ختم سرون. مگه میشه بچه رفیقت هم ختم سرونش هم تولدش تو یه روز باشه؟ خودشون هم موندن که چطوری دوتاش تو یه روز اتفاق افتاد. کیک نخورن. کیک نبارین دامو بیاما. ما هم یه زدی کیک. حیانا مامان هم زنگ نزد تولد ختم سرون بچه رفیقتو تبریک بگه. مامان تو نای نمیشنازه داری زنگ میزنه. مامان هم بهت زنگ زد گفت رام ندی تو خونه. چرا باید مادرتو زنگ بزنه؟ مادرتو فقط اون که زمانی این زنگ بزنه که چی؟ که چی بگو؟ که اتو هیچ خبری نداشته. الان مگه خبر داره مامان؟ الان هم نداره. راست میگه الان نداره ولی زمانی میان میزنه که بخواد سراغ مونه. یعنی تو نه مادر زنگ زد. مادر منو به چی فروختی مالک؟ چه قولی بهت داد؟ هیچ قولی نداشتن. بهت گفت براش مسافر ببری درصد بگیری ها؟ حتمانم 70-30. تو چطوری این رو میفهمی آخه؟ من تو فکر میخونی خانواده که چطوری این رو میفهمی؟ آشه آقا مالک ولی یادت باشه. چی یادم باشه؟ که خیلی نامردی. مادرتا باید درام بزنی. نمیش بزنم دوباره. الو سلام. ننه سید انجام شد مأموریت انجام شد به نوع احسن. همونطور که فرموده بودین دکش گردم رفت. آه نه دیگه خونه اینا فکر نکنم بیاد چون که ای الان به هم ریخت. خیلی هم به هم ریخت. ناراحت شد و به خصوص جسارتن شما و نه من چیزی نگفتم. خودش اصلا میدونست. بله ننه سید یه لحظه گوشی داشته باش. من یه عرض کوچیکی داشتم. قضیه که فرمودین 70-30 من یه خواهشی داشتم. این رسم عرفه که یه قراردادی یه مکتوب جان. الو وی فی الو بدبخت نگاه که ویلش کردم تو کوچه گیری کردیم. سید
پسر این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ آقای این خلاف که آقا یکم بگین عقب داداش عقبتر دیگه جا نره جان تو یه کجا بریم عقبتر امشب شامتون عدس پلو با ماهیه آخ جون ماهی ببخشید بله پیچی من ماهی دوست ندارم عزیزم تو خودت یک ماهی نه شما ماهی من ماهی دوست ندارم بگه تو بچه‌ش چطوری جیموله بابا چطوره بچه سسول بفرمایی خدمتون باشیم جنس منس که والا هیچی اصلا نمیذارن چیزی بیاریم تو بله باش بدران میگم یه بوی میاد من نبودم به خدا من یعنی در واقع من نیستم این جورابامو تازه شستم بله صد بار نگفتم جوراباتو بشور خدا جوراباتو شستم در واقع متابولیسم بدن طوریه که وقتی بدن فعالیت که میکنه یه چیکای میاد که بهش میگن عرق میاد در مدت زمان طولانی که میمونه بو میده بدن بابا فلسفیش میکنه متابولیسم پش کردن بو هم میده واقعا باگوان بله یه آقایی به نام جنوبی اس استقاق دادن که شما رو ببینن در چه رابطه ای؟ مثل اینکه آقا پسرشون اینجا تو بازداشتگاه مونن خب اون وقت به چه جرمی؟ با کت شلوار دومادی خوابیده بودن رو نیمکت پارک همین؟ البته یه بوی بدی هم میداد بو؟ چه بوی؟ نمیدونم انگار خیلی خوب بگید یه چند دقیقه بیرون باشن تا تلفنم تموم بشه بعد بفرستشون تو چشم باگوان گهی زین به پشت و گهی پشت به زین آقای سهل جنوبی هست جنوب بیا بیمونه بزردی آقای داداشام دیگه کار بد نمی کنی آزادی مبارک به تو قهنی بو گن میدی دوش نداشتی زندانه وایسا کجا من تو زندان باشم بهتر از اینه که آدم بیمرفتی مثل تو بخواد من آزاد کنه من آزادت نکردم بس کی آزاد کرده بابات آک تو سرت که ارزه یمکی کاری هم نداشت آقای محترم گوش کن مادر چشم انتظارته داره سکته میزنه عدسه رحم کن به این مادر تصمیمت عوض کن بی خیال این دخترشو خواهش میکنم اینا الان حرفای اوناستی دقیقا گفتم من بهت بگم منتقل کنم برو بهشو منتقل کن سعید تصمیمشو گرفته و حالا هم نمیخواد از تصمیمش برگرده من به اونا کاری ندارم به خاطر من که دوستم داری به خاطر من پا بذار روی تصمیمت بی خیال شکوپا حله چی کار باید بکنم؟ چی کار باید بکنی؟ برو تو ماشین کنار بابات بشین رفیق شو باش خشن ببوسش برو خونه الان مگه چیزی عوض شده که من بخوام برگردم؟ شما بگو چی عوض میشه من عوضش میکنم چی میخوای عوض شد؟ اونا سر داستان فرخونده هنوز رو حرف خودشون هن تو به اینا چی کار داری؟ تو فردا میخوای بره خودت یه مقتنع بزرگ بشی الان پشت هر فرد بزرگ یا زن موفق ولی یه پرونده کلوف نیست که تو الان رفتی بیرون خوابیدی تو پارک پرونده برات برسونه پس بعد دو بار دیگه به خوابی بیچاره میشی حبس ابد میخوری بلگرد به جرم بلگردی میخوای چیکار کنی؟ من نمیرم خونه زف کن من حرفام زدم میای خونه یا نمیای خونه؟ نمیام به درک که نمیام نیو نفهم با من دیگه حرف نزن چی میگه حرف حسابش چیه؟ آقا لطیف نرود چی نرود؟ قربونت برم آقا برود
تو میگی نرود؟ من میگم نرود. میخوانی در سنگی زبون نمیفهمه پسرت برعکس خودت. قربونت برم هر چی بهش میگم از این خیالش که حرف خودش میزنه. تکلیف چی حالا؟ شما عمرت به خاطر این تلف نکن. شما برو زندگی نبون. یه بلایی سرت بیاد آقا لدی، ما چی کار کنیم؟ عزیزم پسرامه، پسرامه، زحمت باش کشیدم. ما دیگه جلو تو گوشش هم زدم، دیدی خو باز گوش نمی کنه. من تو گوش پسر ما زدی؟ ندیدی؟ نه زدم که ادب شه بیاد با شما. گفتم بیا کنار پدرت. من دیگه کار میکردم، من رفع زحمت کردم، من تلاش میکردم. من نوکر کردم. برو برو. دیگه بله خواهی من درستش کنم؟ نه خیلی اینا مدلشونه، 20 تا باید بذاری تا روشنش کارخونه ای طوری. آقا من این کار میکنم یه دونه بزنی روشنشه، فقط بهم دستمزد بده. ببین من پول تو حلق گرگ میذارم، دست تو نمیدم. آبروم بردی جلو بابا، دست نزن. اشکم مرس فقط 50 تومن بده نیمرو بخورم. نیمرو 20 تومنه. 20 تومن هم بهت نمیدم. تو پول نداری نیمرو بخوری، یه دکتر مردم رو میخوام، دختر کارخونه داره میخوام. جب کن بابا. مسخره بازیه چی اصلا؟ به تو چه؟ به مو چه؟ بله. چرا به مو میگی نیمرو درست؟ من نگفتم نیمرو. ماش بزن. من گفتم 50 تا مو بخورم. من نگفتم نیمرو درست. من نگفتم. هیچ چرا روشن نمیشه. شرکتیه. 20 تا بزنی روشن میشه. میبرم تعمیر کن. آشنا. ببر ببر. ببر پول بده به دست گربه من نده. فریب خانم، شما خب مادرین، احساسات مادرانه رو درک میکنین دیگه نه؟ یعنی الان شما اومدی دنبال آقا سعید ببرینش؟ نه نه، ولی من اون مادرش فکر نمیکنیم که این تو این کار بتونه دووم بیاره. ولی دووم آورده؟ خب شاید به گمون شما، ولی ما ببخشید تا نبینا باورم نمیشه. بسیار خب الو مرزی خانم سلام، یکی از بچه ها رو بفرستین بیاد آقا لطیف رو ببره سر حوضچه ها پیش آقا سعید. باشه عزیزم. من قرار کاری خیلی مهم میدارم، با اجازتون من میرم. اشکالی که نداره؟ نه نه چه اشکال داره، خیلی ممنون. بسیار خوب، زنده باشی. اترخص. اهلا وسهلا. باه اسقر آقای کوسه، این چیه؟ نهارته. نهار و اصغر؟ اصغر آقا بفرما. صبح میچی نخوردم گشنم. گم اصغر آقا میشه شما اینو بخوری من دوتا؟ نه نمیشه. نمیشه. آخه من خیلی عادت کنم به بوی این مایا، این مزه شو دیگه نمیتونم. خوشمزه. اصغر خوشمزه است.
بله بفرمایید. الو سلام، حالت خوبه؟ فریبرزم. آقا فریبرز چه عجب یاد ما کردی. آقا میخوام ببینمت. خیر باشه. راجع بخوای یه فکری تو ذهنمه، بعد ببینمت راجعش باهات صحبت کنم. خب اجازه بده. باهات هماهنگ میکنم. خوبه؟ آره آره خیلی خوبه. فقط ببین راستی سوال، قضیه بومی گراییه چیه؟ اون جریان چیه؟ چیه؟ همی که میگم بعد بومی باشی، اگه نباشی من مشکل ساز میشه. خب من بومی نیستم. مربوط به تو نیست. چیه جریان؟ پارتی بازیه؟ در خصوص متخصصایی که کمبود داریم و طرحاشون طرحهای نویه، قضیه فرق میکنه. البته اگه در مراحل بعدی بشه از نیروهای بومی استفاده کرد که دیگه نور الان نوره. خیلی خوب، پس حالا میام حضوری میبینم و راجبش با هم صحبت میکنیم. حتما منتظرتم. کار نداری؟ خداحافظ جانم. خداحافظ. خداحافظ. نگامی دکتر نیومد؟ میادش. خود زور شد، اگه میخواست بیاد تا الان میومد. گفتم میاد یعنی میاد. خب اگه نیومد کی جواب وقت پول ما رو میده دایی؟ بیا این پولت بگیر، شما رو هم بده ما. درم باز کن. یه بار پیکاره دسته به راجعت ندارم. اسم پول ویزیت داده دو قرطونی میشن باقیه. دایی ما که چیزی نگفتم. برو اینجا هم پیدات نشه. های ما میگم اگه دیر اومد، اگه نیومد خواهی همه وایسادیم اینجا علاف میشیم. عرض کردم که بله بله سر فرصت مناسب حتما حتما چشم میچشم. خبر بکن. باش. سلام هاجون، شما اینجا چیکار میکنید؟ نه هاجون، اجازه بدید من براتون توضیح بدم. ببین هاجون، ببین چقله، یا مهتاب طلاقش میدی یا همچین رفت تو بدم بری بالا با برفای سال آینده بیای پایین. فهمیدی؟ آقا چه جرمی آقا جون؟ جرم دروغگویی به خانواده همسرت، به جرم جعل مدارک پزشکی، دکتر قلابی. اولا که راجع به این قضیه من براتون توضیح میدم. هیچ توضیح نده. دومم که میخواستم به چطوری بهتون بگم، من مهتاب طلاق نمیدم. نمیدم زنم بیدی. موسیقی
پاشین بیاین دیگه، غذا یخ کرد. خب حالا مگه میخواین لقمه کنین بذارین دهنشون؟ ای بابا باشه، منتظر تمام. خدافز خدافز. کجا داری میبری اینو؟ من اینو گذاشتم اگه سعید اومد وقت شام رسید، نه یه دو روز ما نبودی ما رو فراموش کردن. بابا دمت گرم پروین خانم، چی ساختی؟ درود بر پزنده. همین دیگه، ما مادرها بدبختیم، همه ی زندگیمون بچه هامونن، بعد بعضی ها لقمه میزنن اندازه کله گربه. پروین خانم اجازه میدی این شام کوفتمون رو بخوریم یا پاشیم بریم؟ من به شما چیزی گفتم؟ نه خیر، چی میخواستی بگی قربونت برم؟ دیگه چی میخواستی بگی؟ خیلی خوب، اگه دوست ندارین دیگه از این به بعد اسم سعیدم تو این خونه من نمیارم. لا اله الا الله، بیا و درستش کن. پسر این خانم رفته سر کار، داره استخون میتره کنه، حالش میبره این خانم میزنه تو سر ما. پسر من سر کدوم کار داره استخون میتره کنه که من خبر ندارم؟ همون کاری که قرار بود بره. نکنه داره با فریبا خانم کار میکنه؟ نه، رفته پیش عمه جونم کار میکنه. من سنگ روی یخ بشم بهترم اینکه بچه‌مو اونجا عذاب بدم. آخه مادر من این موقع شب میخوای بری چیکار کنی؟ میخوام برم بیارمش. نمیاد. من میارمش. ما با مالک هر کاری کردیم، کشتیاره شدیم که بیاد قبول نکرد که نکرد، گفت نمیام که نمیام. شما بلد نیستین بیارینش. من میرم دوتا میذارم تو گوشش، ورش میدارم میارمش. آخه مادر من سعید که شب اونجا نمیمونه. پس کجا میمونه؟ اونجا نمیمونه، کجا میمونه؟ خونه کی میمونه؟ گیشو که کلانتری بوده، قبلش تو خیابون بوده، میان اونجا میگرنش میبرنش کلانتری. کلانتری پارک ای بای. وقتی حضرت عالی زنگ میزنی به مالک راش نده خونهش، همین میشه خواب، میره تو خیابون میخوابه. رفیق بیکلک مادر. آره ماما، من بچه‌مو تو پر قو بزرگ کردم، اجازه نمیدم به خاطر دختر فریبا خانم بچه من لجنکش بشه. چه بیداره؟ کار کاره، آرقنی. شما کاری به این کارا نداشته باش، اون بچه از عقلش نمیرسه. چرا عقلش نمیرسه؟ این بچه از سری شده که داماده اونا بشه، اونا که با چوب و دگنک نیفتدن دومالی که بزور برنشون دستگاه عبیل تحویلشون که. آقا لطیف، من نمیذارم بچه‌م خارو خفیف بشه، مخصوصا که من و شما میدونیم که ماجرای خواستگاری فقط یه فیلمه، اصلا سعید نمیخواد فرخونده رو بگیره. از کجا معلوم؟ شایدم شد. بله؟ ها بله، خدا میتونه. نه آقا لطیف، اصلا اردن از این خبران نیستش. من نمیدونم چه وعده وعیدایی بهت دادن که تو نظرت عوض شده. من تا زنده هستم اجازه نمیدم که دختر فریبا خانوم عروس این خونه بشه. یادت نره چی گفتم. شما اجازه نده قربونت برام، اصلا لازم نیست. براش میبری، براش میدوزی، تنش میکنی. ما هم اینجا قارچ. نه قارچ هم ارزش داره، میخ. مامان سعی. چی؟ سعی. ای بای. دوستم، بستم تمیز شده، دوباره رسیدم خونه، پیامک اومد رو موبایلم که قالی شویی فلان با قالی شما رو بشوره. گفتم خب دیگه بنده خدا اون بهتر میدونه دیگه. خب آره. دوباره دادم شستن، آوردم رسیدم خونه، دوباره پیامک اومد قالی شویی شعب فلان با دستگاه های مدرن، دوباره فرستادم شستن، 11 مرتبه هی پیامک اومد. چشنگ شده رام بود؟ عزیزم هر دفعه به پیامک اومده تو جواب دادی؟ آدم پیامک میاد شرط ادب که جواب ندم خوش بدم. اینا تبلیغاتیه قربونه شکله. سینا جان بو نشه چند تا چایی بریز بیار. شما که هنوز شام نخوردی، چای برشیتونم. مامان چیزی بهت میگه بگو، چشم حرف نزن. چرا شما همیشه منو میخوام بفرستین دنبال نخوتی ها؟ خب چون تو بچه ای. باشو بلکومی نکن، بدو. خب
یعنی میگین چی شده؟ ما که میگم جواب مثبت گرفته از فریبا خانم. یعنی قبول کرد نامزد کنه؟ شک نداشته باش بابا، شرط میبندم. میخواین دلشمو زن بدین؟ بی خود ببینه. پس فقط موند رضایت شما. به این فریباز گفتم ها، گوش نکرد که گوش نکرد. نمیتونم من، یعنی واقعا حتی 1% هم خدا شاهده فکر نمیکردم که اینا بخوام به سعی جواب مثبت بدم واسه خواستگاری. یعنی من واقعا فکرشو نمیکردم. وا مگه چشه داداشم؟ بابا این حرفا رو ول کنین، شما که مامانو میشناسین، هر وقت سکوت میکنه یعنی یه طوفانی در راهه. آخو بره همین، ما گفتم اینجا جلسه رو تشکیل بدیم دور از چشم مامان پروینیتون. خب به نظر من یه کاری باید بکنیم، باید یه کاری بکنیم فعلا سعید رو دنده لج و لج بازی بچه بازی ها نیفته تا آب از آسو بیفته دیگه. آره بابا، وگرنه همین یه ذره عقل و منطقی هم که داره از دست میده. من میگم گناه داره بخواییم بزنیم تو ذوق داداشم. به نظر من باید یه کاری کنیم مامان و سعید یه مدت کمتر به پر پای هم دیگه بپیچن، اینجوری هم اوضاع آروم‌تر میشه هم مامان. آفرین، راه خوبی، این پیشنهاد خیلی خوبی ها. بعد یه کار کنیم مامان و سعید یه ذره اصلا فاصله بگیرن، یه ذره بینشون یه ذره رفاقت و اینا تعادل برقرار شه، درست شه دیگه. من میگم بریم پیکنیک. مثلا کجا بریم؟ شما بگو کجا بریم. من که نمیدونم، ولی فکر نمی کنم مامان راضی شه. کجا بریم؟ خوبی بابا؟ ها خوبم. گاگل. گاگل؟ همون گاگله. گاگله یه جور سبزی نمکینه که ما خوزستانی خیلی دوست داریم. فهمیدی؟ مامانتونم عاشق گاگله چینی. یعنی پاشون بریم هندیجان؟ ها. کجا؟ هندیجان. هندیجان؟ من نمیام. هر کی نمیخواد بیاد نیاد قربونتون برم، خلاص. هندیجان الان کاکل چینیه مادر. پس بهتون خوش بگذره. مگه تو نمیای؟ مامو من بیام کارا اینجا رو کی سر سامون بده؟ من میام. الا قربونه تو دختر برم، و پس راحت میتونیم بریم. ما میریم به هند جان. اهلن و سهلن شاد میشیم از دل جان. اهلن و سهلن ما میریم به هند جان. اهلن و سید کوکا کریم، اسم چقدر سخته. کریم سید بچه دقیقه بابا بذار بخوابم، بلغور نکن بابا، دنیای آب ببره توی خواب میبره. بوش خونه وعدت رفتن منم باید سلامت بابا بس کار مهم من باید دارم. یه دقیقه بتمر رفتن چی شد؟ کجا؟ پس چی شدی؟ مار زدت؟ هو با تو نام کارت دارم. آقا یه دقیقه عوسته امیدی؟ الو 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 باید کار خواهی کنم مار کبرا زدش پیچی رو ره. ماما اینا کجان؟ علیک سلام. پرسیدم ماما اینا کجان؟ هندی جان. ها؟ هندی جان چطور مگه؟ اما تو دست بکی کردی منو بپیچونین دیگه. چرا چرت و پرت داری میگی؟ اون ولکامتون. او وایسا کارت داره. سی ها امیدی کوکای ما من نمیفهمم. همه پدر مادر دارن، منو پدر مادر دارم. آقا پدر مادر دارم. آه ما مو با اجازت حلش میکنم. مو برات کار تو فهمیدم میخوام بر من برم بله برون در رفتن. آقا در نه ما برشون میگردونم. ببین خب همه عاشق میشن، همه عاشق میشن، منم عاشق شدم. خب میدونم الان مو یه کاری دارم. این بدیش کجاست؟ خیلی خوبه، خیلی خوبه، عاشقی خوبه. الان گوش به ما میکنی منم ایت... الو الو نمیفهمم این زندگی منه دیگه. خب منم حق دارم، منم حق دارم تو زندگی. آقا دارم با سوبل میکنم حق دارم. بسته یه مشکل برام پیش اومده میخوام حلش کنی، الان میرسن. با یه عالی بهم بگی. خب بگم خدایا بدال
من مدرمو دارم کمک ازید میخوام بایی میکنیم یه آب آب میخوری؟ باش چه گندی زدی؟ گند زدی من صبح تو گند گند 3 ساعت دم گوش من داری میگه الان میرسن و بدبخت شدم و کمکم کن و دست یا علی بده. پس چی؟ الان گند زدم 6 ماه پیش گند زدم. 6 ماه پیش گند زدی الان بوش داره میاد؟ بله شما اجازه میدی من تعریف کنم؟ بله بفرم. وضعیت من نابغرنجه عزیز من، عمه سغرای من دید من اینجا میام توی شرچی مسافرخانه، گفت اینجا چیکار می‌کنی؟ کلیف تکیلی ککیلی کپیله گمونم یه چیزی بهش گفتم توش موندم یه لاف می‌زدم، گفتم چی؟ گفتم نصف اینجا مال مونه. خب واسه چی گفتی؟ خواهم دارم میگم واسه چی گفتم، بده که کلیف کرده بود. من نمیفهمم اینایی که میگه آخرش اولش بگو. عزیز من یک خانواده ای دارن میان اینجا. خب بیان اینجا. این خانواده فکر میکنن نصف اینجا مال مونه. خب فکر کنن. با توجه به اینکه فکر میکنن اینا دست تو جیبشون نمیکنن عمرن. خب نکنن تو دست تو جیبشون، جیب خودشونه. اینه باش، منظورم اینه که 2000 پول نباید ازشون بگیرین. مفتی میان اینجا افتادن. غلط کردن با تو. اینجا مگه الکیه؟ بیا پول ندن. غلط کردن نمیشه. آینده مو در خطر، نمیخوای گم گم کنی آینده. او چرت و پرت نگید یعنی چی آینده من در خطره؟ عمه سغرام یه دختر برمونشون گرده که ما بگیرم از کو؟ دختر کو؟ فکر گردون اومی دختر تصویر زمینته؟ گم 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 بابا دومادی خود من رو عواز دومادی تو رو ببینم چیکار کنم؟ ما دوماد بشم دست تو هم میگرم، ما دوماد بشم تو دوماد. آقا من اصلا اوکی، من اوکی، جواب مارال چی بدم؟ مارال خواهرت این طوری با چرزه بونی بلدی قلقشه بشمو. نمیشه آقا نمیشه، چوب خطت پر بدهیات زیاده نمیشه. خیلی اتمام بدهیه ممو حرف علکی نزن، برام یه کاری بکن بده احتیاج دارم. پس من چی؟ چی چی؟ تو هم زن میخی؟ بابا زن بره چی؟ من حساب باز کن برام. حساب چی؟ حساب بانکی؟ آره. خیلی پول داری، حساب بانکی هم میخوای؟ اومده، اومده. آقا پی دیگه حل نم؟ ما خودم برات درست میکنم، ما ردیف میکنم برات. باشه بابا، باشه. با سلام آقای رجبی، خیلی خوش اومدیم به مجموعه. سلام خانم. سلام، حال شما؟ سلام کوچولو، بفرمایید. حال شما؟ بفرمایید. خیلی خوش اومدید. دایم شدید. خواهش میکنم بفرمایید، جمال خودتونه. خوب شما سلامتی؟ بفرمایید. سلام علیکم. آقا شما موتور تو کجا گذاشتی؟ موتور بردم از اینجا دیگه. بعد این ماشینا رو نگه زحمت. ماشینا جابجا کن. امر کردن آقای رجبی خوبی؟ شما ولی گرمون هیچ کار نمی. آقا گرمای ول کن. اومدی تو بابا مزهش به گرماشه، اومدین به سرزمین فوتبال، فوتبال خیس. بفرمایید. ما یه فوتبال تعریف خود نباشه آقای رجبی، خانم رجبی برای خانم عرض کنم خدمتی که ما فوتبالیستایی داریم جهان به خودش ندیده، اسماعیل شریفات، مهدی دقاقله داریم، خب علی حمودی داریم، حسن ساکی داریم، آقای آل کثیر داریم که عشقمونه. خداداد عزیزی داری؟ خداداد عزیزی مال خراسانه. بفرمایید. بله آقا مالک، درست. بفرمایید. بله مال خراسان. بفرمایید. داداد عزیزی. جناب بچه هستی چیزی گفت؟ خواهش میکنم آقای رجبی، ما علاوه بر اینکه فوتبالیست تولید میکنیم اینجا نفت و گاز و اینا که میدونید کلن تو خوزستان تولید میشه و قطب پتروشیمی اینجاه ماشه. شما سم داریم دیگه؟ تو پتروشیمی سم؟ نه نه، بله اینجا سم دارم. بله منظورم بله بله اینجا سم دارم. پس با این تعریف هایی که شما میدین فکر کنم اینجا از تهران ما هم خیلی مهمتره. 100% که تهران مهمتره، بعد اینجا. ملاحظه میکنید مجموعه قشنگه؟ بله بله. خواهش معلوم شما یه جوونی همچه خوش فکر و خوش آرتیه. ما مخلصه شما، همش قابل شما رو نداره، همش مال خودتونه. تشریف بیارید. بفرمایید. بفرمایید شما. اگه برم، اگه برم بفرمایید شما. شما راه رو بلدی چی؟ شما بفرمایید. ببخشید. شما بفرمایید. بفرمایید. بله. اینجا چه خبره؟ هنوز 10 دقیقه نیست بابا اینا رفتن. من چه میدونم چه خبره؟ این آقا مالک بله خودم شنیدم چه چاخانی سوار کرده. برای چی؟ من چه میدونم، عمه سغراش اینا رو فرستاده اینجا که برای مالک آستین بالا. من زنگ میزنم به بابا. زنگ میزنی چی بشه؟ فکر کنم اونا برمیگردن، اونا منو پیچوندن رفتن. اصلا همینطوری نیست. دقیقاً همینطور. الان بهشون میگم سیل اومده، آتیش اومده، اینجا داره اصلا میلرزه. اونا ککشون هم نمیگزه. حالا میگی چیکار کنی؟
چه میدونم، بریم بهشون بگیم اتاقامون رزرو شدن همه پرن. خب چه میدونم یه چیزی بگیم دکشون کنیم برن دیگه. آهان، اون وقت تکلیف این خانواده بدبخت چیه که با تناب پوسیده رفیق تو دارن میرن تو چاه؟ آقا به من چه، میخواستن چشاشون رو وا کنن با یه تناب خوب برن تو چاه. عجب گیری افتادیم از دست تو. آقا اصلا برو زنگ بزن، برو زنگ بزن بگو اگه دور نشدم تکلیف اونا رو شکنم تکلیف منو. حرکت کن. ساکت شو بابا. حرکت کن. Thank you.